دوست داریم انشاءالله، در خدمت خاک و وطن خود هستیم، در قربانی به جان به مال به سر. زندگی نامه شهید باشی حبیب الله. جنرال باشی حبیب الله قهرمانی بود که 40 سال برای جاغوری خدمت کرد و در این راه خانواده، دارایی و جانش را فدا نمود. او مردی بود که در روزهای دشوار ترجیح داد در کنار مردمش باشد و از جاغوری دفاع نماید. او می توانست با اعضای خانوادهش به هر کشور دنیا که خواسته باشد برود و زندگی کند. زمینه و امکانات این کار را داشت، اما احساس وطن دوستی و مردمداریش به او این اجازه را نداد که زادگاهش را ترک کند و مردمش را تنها بگذارد. او برای امنیت و آسایش جاغوری فداکاری کرده و قربانی ها داده است. در سال 2007 طالبان بیننگ از 4 طرف بالای منزل او حمله کرد. در آن حمله همسر، پسر، برادرزاده و 1 سرباز او جام شهادت کشید. پس از آن نیروهای امریکایی به کمک جنرال باشی رسیدند و برایش پیشنهاد دادند که اگر دوست داری ما زمینه سفر و زندگی تو و خانواده‌ات را در امریکا مساعد می‌سازیم. اما باشی حبیب الله قبول نکرد و گفت که تا زنده ام از مردم و کشورم دفاع می‌کنم. طالبان پس از آن نیز بارها بالای جاغوری و مواضع باشی حبیب الله حمله کردند که هر بار با شکست روبرو شدند. بالاخره در 7 نوامبر 2018 طالبان با استفاده از جاسوسان محلی و تجهیزات پیشرفته نظامی بزرگترین حمله خود را بالای جاغوری انجام داد. طالبان با همکاری جاسوسان محلی باشی حبیب الله را از پشت و نامردانه خنجر زد. در نهایت قهرمان جاغوری باشی حبیب الله با 3 فرزندش حیات الله محمدی، محمد بشیر محمدی و جاوید محمدی جام شهادت داشت. در کنار آنها برادرزادهش عزیز الله، پسران کاکایش محمد رازی و محمد آصف و خواهرزادهش محمد علی نیز جام شهادت داشت. طالبان پس از کشتن آنها تمامی دارایی او را به غارت بردند و سپس خانه و کاشانهش را به آتش کشید. جاغوری فرزند را از دست داد که عمرش را فدای رفاه، امنیت و آسایش جاغوری. باشی حبیب الله نه یاغی بود، نه سرکش و نه هم جنگ سالار و زورگو، بلکه تا دم مرگ همکار دولت بود و در چارچوب قانونی نظام فعالیت. اکنون از او 8 پسر باقی. دولت افغانستان هیچ کمک و توجه به بازماندگان باشی حبیب الله نکرده است. امنیت جاغوری با نام و فعالیت‌های باشی حبیب الله گره خورده بود. اکنون پس از نبود او مردم امید برای امنیت ندارند و نگران آینده اند. حالا به مسیر سفر زندگی باشی حبیب الله از آوان کودکی تا پایان عمرش می‌پردازیم. حبیب الله باشی مشهور به جنرال، فرزند محمد جان قریه‌دار، در سال 1330 یعنی 67 سال پیش در قریه گردن هودقل ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده مسلمان و زراعت پیشه دیده و جهان شد. او از پدر خود 5 برادر داشت که همه برادران از او بزرگتر بود. او در زادگاهش نزد ملا رفت و مسائل دینی را فرا گرفت. سپس با برادران بزرگ خود یک جا در پروژه هلمند و قندهار شامل کار شد. برادر بزرگش سرکار یا باشی کارگران بود و حبیب الله باشی نیز کارها را از برادر بزرگ یاد گرفت. در همین هنگام برای باشی حبیب الله جلب عسکری آمد و او نسبت به عشق وطن با علاقه خاص وارد خدمت عسکری شد و سال 1353 تا سال 1355 در ولسوالی مقر ولایت غزنی خدمت عسکری کرد. پس از ختم دوره عسکری دوباره به کار قبلیش در پروژه هلمند و قندهار رفت. رئیس پروژه با در نظر داشت توانایی و پشتکار باشی حبیب الله او را به ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز فرستاد
و در آنجا در پروژه خان‌آباد به عنوان باشی بالای دیگر کارگران گماشته شد. تا سال 1357 در ولایت کندوز مشغول خدمت بود که کودتای هفت ثور به سرکردگی نور محمد ترکی صورت. کودتاگران دست به تصفیه‌سازی زدند و اکثر کارمندان کارکن و صادق دولت را یا زندانی کردند و یا کشتند. حبیب‌الله باشی نیز تحت تعقیب دولت قرار گرفت. در نهایت او وظیفه را ترک گفت و در خانه برگشت. در همان زمان بود که خیزش‌های مردمی علیه حکومت کمونیستی آغاز شد. مردم باشی حبیب‌الله را به خاطر شجاعت و دلیریش به عنوان قمندان در مرز گیلان و مقر و منطقه هودقل تعیین کرد. دیری نگذشت که او با شجاعت که داشت چندین عملیات را علیه دولت وقت انجام داد و بسیاری از مناطق را آزاد کرد. مجاهدین حزب اسلامی برای او لقب شیر هزاره دادند و سپس از او دعوت کردند تا با حزب اسلامی بپیوند. سپس جنرال حبیب‌الله باشی نیز درخواست آنها را پذیرفت و عضو حزب اسلامی شد. او در زمان خلقی‌ها مجاهدین و طالبان به عنوان یکی از فرماندهان حزب اسلامی فعالیت نمود و از مردمش دفاع کرد. پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن حامد کرزی، او با دولت و تیم بازسازی ولایتی یعنی پیاتی همکاریش را آغاز کرد. باشی حبیب‌الله در این 18 سال اخیر به عنوان ولسوال ولسوالی خوگیانی، ولسوال در ولسوالی مالستان و چندین جای دیگر خدمت است. او سپس به عنوان قمندان امنی ولسوالی جاغوری تعیین و مصروف به خدمت شد. باشی حبیب‌الله یک چهره ضد طالبانی بود که تا دم مرگش تمامی مناطق تحت کنترلش را از امنیت و نظم برخوردار. 7 نوامبر سال 2018 پایان عمر مردی بود که 40 سال برای جاغوری و مردمش خدمت و قهرمانی کرد. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جاست، نام چو جاوید شد، مردنش آسان بود جاست. افغانستان ژورنال حامی قهرمانان.